سلام، سلام به شما عزیزان در ایران، هر کجای ایران و جهان که هستید و در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشستید. جمشید چالنگی هستم. در ساعت یک بعد از ظهر واشنگتن بارانی و سرد با شما خواهم بود در این شماره از تفسیر خبر. با من و شما هستند در برنامه تفسیر خبر امشب آقای حسن منصور، کارشناس اقتصاد و امور بین الملل، دارای پژوهش‌های چند در این زمینه به ویژه در زمینه اقتصاد ایران، استاد دانشگاه، استاد دانشکده بین المللی اقتصاد، دانشکده آمریکایی اقتصاد در فرانسه و صاحب مقالات متعدد در نشریات و رسانه‌های گوناگون. میپردازیم به آنچه که پیامدهای گرانی نان در ایران است و نیز پایین آمدن قیمت نفت در بازارهای جهانی چه پیامدهایی برای سفره مردم ایران دارد و افشاگری های تازه مسئولان جمهوری اسلامی در مورد فساد مالی همتایان خود در دولت پیشین محمود احمدی نژاد. آیا حیف و میل میلیاردها دلار از سفره مردم ایران بدون اطلاع ولی فقیه و دیگر مسئولان جمهوری اسلامی بوده است؟ پرسش ها در این زمینه بسیار است. در میان خواهیم گذاشت در نیمه نخست برنامه با آقای حسن منصور گرامی. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای منصور گرامی با سلام به شما. سلام جناب آقای چالنگی بسیار عزیز و سلام خدمت همه بینندگان عزیز برنامه‌تون. خدمتتونم. جناب منصور، نان گران شد. چرا؟ در کشوری مثل ایران با وعده‌هایی که آیت الله خمینی داده بود در آغاز و مسئولان جمهوری اسلامی هر از چنگایی هم مدعی این شدن که رهبری جهان رو باید به اونها سپرد و میتونن ایران الگویی است برای کشورهای دیگه به ویژه در منطقه، اما نان چرا گرون شد؟ بله، عرض کنم علت مستقیم گرون شدن نان از این هست که یارانه‌ای که به گندم و به خبازی ها میدادن در دوره آقای احمدی نژاد حذف شد، ولی اینو در اون زمان وارد نکردند، اکنون بعد از تقریبا گذشته یک سال وارد میکنن. عرض کنم ولی مسئله اساسی این است که خب ایران در این زمینه علارغم تمام تلاشی که کرده جمهوری اسلامی به اصطلاح برای خود کفا کردن در مورد نان و گندم از نرفا، ایران وارد کننده بزرگ گندم هست و خواهناها وقتی گندم رو وارد میکنه به قیمت گرونتر از آنی که در ایران توزیع میشه، عرض کنم وارد میکنن، ناگزیر این باید ترمیم بشه. هزینه تولید داخلی هم گرونه، عرض کنم نظام خرید از تولید کنندگان داخلی بسیار مخدوشه و در نتیجه به طور خلاصه این همردیف هست با اون مقوله‌ای که به اصطلاح یکسانسازی قیمت ها با قیمت های بین المللی و در نتیجه مردمی که در ایران حقوق زیر یک دهم حقوق کشورهای دیگر رو دریافت می کنند باید کالاها رو به قیمت همون کشورهای عرض کنم اروپایی بخرند. در مورد نفت و انرژی هم چنین است موضوع، یعنی شما حقوق یک ایرانی رو که روزانه در حدود یک تا دو دلار در صورت اشتغال دریافت خواهد کرد مقایسه بفرمایید با حقوق این که من در
اینجا برای کارمندان کاملا ساده و سکرتری خودمون ساعتی در حدود 10 تا 12 پوند معادل 20 دلار حقوق می‌پردازیم، در حالی که در ایران یک کارگر روزانه 2 دلار میگیره. ولی وقتی میاد به قیمت خریدن مثلا بنزین، حامل های انرژی یا نان، اینجا صحبت بر سر این است که این قیمت باید با قیمت فوب خلیج فارس برابر باشه. در نتیجه یک دوگانگی عجیب و غریب که نتیجه مستقیم آن فقر و محرومیت مردم عزیز ایران خواهد بود. آقای منصور، ببینید، در بلاد کفار، یعنی کشورهای غربی از دید جمهوری اسلامی، جایی مثل سوئد، کشور سرد سیر یخبندونی مثل سوئد، من مطلبی رو دیدم که در سال 2 بار گندم میکارن. درسته، تکنولوژی پیشرفته ای رو استفاده میکنن یا هر چه که هست، و تا اندازه هم صادر میکنن، حالا چه میزانش اونقدر مهم نیست. اما یه کشوری مثل ایران، درست که کم آبی هست، اما تا پیش از آمدن انقلاب و پیامدهاش رو عرض کنم آقایون، کم بوده نان و گرانی روزافزون قیمت نان ایرانی ها نداشتن. دوره بسیار بسیار معروفش همون زمان مشروطه بوده که اون داستان های خودشو داره. چرا در ایران نمیتونن یه همچی کاری بکنن؟ چرا نمیتونن تولید بیشتری بکنن؟ گندم از خارج چرا باید وارد کنه یک کشور مثل ایران با این همه نیروی کار؟ بله آقای چالنگی، ببینید، فقط مسئله گندم نیست، مسئله برنج هم همینطوریست. بسیاری از کالاهای مورد مصرف مستقیم مواد غذایی مردم همینطوره. ایران دچار کمبود است، برای اینکه از کنم سیستم کشاورزی بسیار عقب مانده است. اینا از وقتی سر کار اومدن دم از خودکفایی در این زمینه ها زدن، که البته خود کلمه، خود اصطلاح خودکفایی، اصطلاح بسیار عقب مانده و از مد افتاده است. برای اینکه دنیای امروز بعد از آدم اسمیت، بعد از 1776 به بعد، دیگر روی خودکفایی تأکیدی نداره، بلکه روی اقتصادی که در درون تولید کننده و با بیرون در حالت عرض کنم مبادله هست، در نشه ارتباط های بسیار تنگاتنگ با دنیا بر اساس معیارهای مزیت های نسبی، عرض کنم در، یعنی در هر زمینه ای که کشوری پیشرفته تر است و تولید بیشتری دست پیدا میکنه، در اون زمینه تمرکز میکنه، اون تولید خود رو با کالاهای دیگر کشورها معاوضه میکنه، در نتیجه این که سطح زندگی بالاتری برخورداره. اینا دم از خودکفایی زدن و افتادن به کارهای بسیار بسیار ابتدایی، در آغاز با صمیمیت، ولی بعد از چند سال که نرخ حکومت خودشون رو دریافتند، با عرض کنم فریب و کلک و دوز افتادن به این کارها. در نتیجه کشاورزی ایران وضعیت اسفناکی داره، همونطور که دیگر بخشای اقتصادی. اشاره فرمودید به اینکه وعده های اولیه، بنده فقط این رو به صورت بسیار مختصر عرض بکنم که جمهوری اسلامی قدر مسلم در خیلی از زمینه ها به ویژه در اقتصاد به لحاظ فکر اقتصادی ورشکسته بوده و آقای خمینی در این زمینه اطلاعاتی قریب به صفر داشت و اطرافیانیشون همینطور. در نتیجه اینا در زمینه اقتصاد متوجه هیچ مسئله‌ای نبودند و معنای پول رو نمیدونستن، معنای تولید رو نمیدونستن. علتش هم این که هیچ کدوم از این آقایون مولد نبودند، بلکه متعلق بودند به اقشاری در جامعه که از دسترنج دیگران میگیرند و میخورند. در نتیجه اینا معنای کار رو نمیدونستن، اینا معنای کارایی رو نمیدونستن و معنای پول رو در حد نوشتجات مکاسب خود میفهمیدن که بسیار بسیار پریمیتیف بود، و معنای پول مدرن امروزی رو که به پشتوانه بانک مرکزی که تکیه داره به تولید ملی پول رو تولید میکنه، اینا اصلا نمیفهمیدن و از وقتی متوجه این مکانیزم شدند دست بردن به سوء استفاده از این قضیه. نتیجه این است که نقدینگی رو صدها بار افزایش دادند، تورم رو
چندین صد بار افزودند و در نتیجه ارزش پول ملی در معیار داخلی حدود 700 تا 800 برابر شکست و در معیار خارجی حدود 400 تا 500 برابر شکست. و اینو شما در برابری پول ایران با مثلا ارزهای دیگری نظیر دلار یا یورو مقایسه می‌فرمایید. برای برخی از بینندگان که احتمالاً نمیدونن، پریمیتیو به کار بردن آقای منصور، به بدوی میتونیم ترجمه کنیم. به هر حال آقای منصور، ببینید، آقای خمینی به تنهایی مسئول نیست که به یک نحوی بخش عمده مسئولیت متوجه ایشون خواهد شد، اما پیش از ایشون کسانی مثل آقای جلال آل احمد، قصه نویسی که قصه های بدی نداره، چندین قصهش به گفته منتقدین و بنده هم چند قصه ایشونو میپسندم، اما در زمینه مسائل اجتماعی شخصی عقب مانده، با نظریات بسیار عقب مانده. تأسف برانگیزتر این که آقای جلال آل احمد معلم و مبصر تمام روشنفکرهای دهه 40 بود. به قول معروف کوچه و بازار کسی از اهل قلم در مطبوعات اون زمان، هم از فردوسی یا هرچه که بودن مطبوعات اون موقع، جرأت حرف بالای حرف ایشون زدن نداشتن. و ایشون یکی از کسایی بود که مخالف صنعتی شدن کشاورزی بود در ایران، کشاورزی کم آب، و تراکتور رو یعنی یک نوع کفر میدونست، ورود تراکتور رو در دهات ایران، غرب زدگیش رو بینندگان رو من اشاره میکنم بخونم. بران و این خودکفایی شعار روشنفکرهای انقلابی نیز بود، نبود آقای منصور؟ بله قربان، ببینید، به علت یک تناقض تاریخی، روشنفکری 1320 تا 1350 55 57 60 بسیار در مجموع بسیار عقب مانده تر است از روشنفکری صدر مشروطیت. یعنی اونا توجه به معیارهای بین المللی داشتند عمدتاً. اینا انگار در یک برکه، در یک دهکده بزرگ شدند و از این نظر زعامت شخصیت بسیار متعصب و نادانی مثل جلال آل احمد قبول شده بود و نظایر ایشون هم بود، عرض کنم، در نتیجه تنها نبودند، ولی به هر صورت ایشون به تنهایی نقش بزرگی ایفا کردند و معلمان دیگری که کمتر از ایشون نادان نبودند، نظیر آقای شریعتی مثلا، اینها با سبقه، با رنگ اسلامی به همون مبتذلات دامن زدند و ایدولوژی آفریدند به مردم. در نتیجه یک فقر فرهنگی دوره 30-40 ساله عملا مسبب و حادثه آفرین این دهه های بعدی شده ملت ایران، که ملت ایران در داخلش هنوز دست و پا میزنه. یعنی در واقع آقای آل احمد نشونه کامل اون چیزیست که این روزا بحثش هست، که به عنوان روشنفکر شیعه یا روشنفکر ایرانی سعی در این هست به خورده به دیگرانی داده بشه. دیگه البته بحث امروز ما در این زمینه نیست، امیدوارم روزی به این مباحث بپردازیم. این توضیح رو من برای بینندگان بدم، جناب منصور گرامی علاوه بر تخصص در عرصه اقتصاد که اشاره کردم صاحب پژوهش‌هایی هستند، در عرصه تاریخ و فرهنگ ایران نیز دارای پژوهش‌های گسترده و عمیقی هستند که برخی از نتایج این پژوهش‌ها منتشر شده و امیدواریم در همین عرصه نیز در برنامه‌های دیگه با جناب منصور گفتگو داشته باشیم. اما از طرف دیگه آقای منصور گرامی، همزمان با گرون شدن قیمت نفت ما میبینیم قیمت گرون شدن قیمت نون، میبینیم که قیمت نفت هم رو به افول هست. چه تأثیر عمده‌ای برای کشورهایی مثل ایران داره در اوپک؟ جناب چالنگی، ظاهرا در برنامه پیشم اشاره به این موضوع کردیم، مسئله تغییر قیمت نفت یک مقوله گذرا نیست، بلکه یک مقوله استراتژیک هست که سالها با ما خواهد بود. بنده دو سال پیش در مقاله با عنوان قیمت اپتیمال نفت برای اوپک چقدر باید باشه، این مقوله رو توضیح دادم و پیشنهاد من این بود که اوپک با اهرم‌هایی که در دست داره باید بکوشه قیمت نفت از 70 تا 75 دلار بالاتر نره.
برای اینکه با بالا رفتن قیمت نفت از مرز 70 انرژی های جانشین وارد میدان میشن و اوپک رو که صادر کننده و ترمیم کننده بازار نفته از میدان بدر میکنند. البته کشورهای اوپک چون از بند نافشون به نفت بنده اصلا در این مایه فکر نمی کنند. این اصل قضیه است. ببینید علت این استقلال بنده این بود که اون روز که من این قیمت ها رو عرض کنم روزانه در دست دارم، اون روز قیمت هر یه میلیون بشکه جدیدی که به بازار اضافه می شود در دریای شمال انگلستان، در خلیج مکزیک آمریکا، در تگزاس در حدود 70 و 75 بود. در نتیجه اگر قیمت نفت بالای 70 نباشه این میدان ها تعطیل می کنند. ولی چون قیمت در حدود 1-2 سالی بالای 80-90-100 تا 120-130 جریان داشت و استقرار پیدا کرده بود، این کشورها در همون میدانهای به اصطلاح مارجینال ارقام بزرگی سرمایه گذاری کردن. سرمایه گذاری پارسال آمریکا در این میدانها معادل است با تقریبا 200 میلیارد دلار. و امر تعارض‌آمیز این است که همیشه تولید مارجینال، یعنی تولید اون 1 میلیون بشکه افسوده شده، رو به صعود داشت، ولی الان با کشفیات تکنولوژیک این قیمت، این هزینه رو به نزوله. امروز صحبت این است که مثلا در نورث داکوتای آمریکا هزینه در حدود 50 دلار برای بشکه است، در جاهای دیگر تا 22 دلار گزارش شده. در نتیجه هرچه افسوده می شود قیمت نفتی که باید جاگزین نفت اوپک بشود افت میکنه. در نتیجه امروز باید دید که چه مقدار از این نفت، امروز قیمت در حدود 60-65، این هنوز با این قیمت نفت دنیا فزونی داره از نظر عرضه به تقاضا، یعنی نفت موجود بیش از آنیست که بازار میطلبه. در نتیجه تا کجا میتونه افت کنه؟ چون با هر افت کردن برخی از میدانها تعطیل میکنن در آمریکا، در کانادا. این تکنیک فرکینگی که مثلا در زمینه استخراج نفت و گاز شیل وارد کار کردن، یا تکنیک از کنم چاهزنی های افقی و اوریب که به شدت به کار میگیرن و این بهره برداری رو به شدت بالا میبره، یعنی اجازه میده از کل ظرفیت اون میدان، از کل اون ذخیره استفاده بشود به جای اینکه بخشی از اون قابل استخراج باشه، سبب شده است که مثلا تولید آمریکا طی 2 سال گذشته بیش از 4.5 میلیون بشکه در روز افزایش پیدا بکنه. با این ترتیب آمریکا به عنوان یک مصرف کننده وارد کننده بزرگ نفت عملا تبدیل می شود به کشور خودکفا در این زمینه و صادر کننده گاز در جهان. به این ترتیب باید انتظار داشت، یعنی اونی که تعیین میکنه آرزوهای ما، آرزوهای دیگران یا توطئه‌گری دیگران نیست، بلکه مسئله این است که قیمت نفت اکتشافی و استخراجی رو به نزول، و اگر چنین باشه در نتیجه کشورهای اوپک ملزمه فرمایید در ایران در حدود متوسط 10 دلار برای بشکه هزینه داریم، در عربستان سعودی در حدود متوسط زیر 4 دلار هزینه این نفته. وقتی قیمت نفت تگزاس یا دریای شمال 70 باشه، در 70 قیمت تثبیت میشه و همین 70 حامل رانتیست در ما به تفاوت قیمت بازار و هزینه تمام شده برای اوپک، مثلا برای عربستان سعودی در هر بشکه 66 دلار رانت رو حامل است، در حالی که برای تولید کننده دریای شمال یا تولید کننده مزگه مایه کاریش در میاد. به این ترتیب اون قیمت مایه کاری تثبیت کننده قیمت بازار است و تأمین کننده مقادیر رانت بزرگ برای کشور ایران. تقریبا با 10 دلار هزینه هر بشکه تولید ما بقیه اونچه که وصول میکند از کنم رانتی. ولی امروز فقط این نکته اضافه کنم که چون دولت ایران به علت تحریم ها نمیتواند
پول رو به صورت دلار و یورو از بابت فروش نفت دریافت بکنه، اینجا محدودیت های وجود داره. اگر مورد توجهتون بود خدمتتون عرض خواهم کرد. حتما استفاده میکنیم ما و بینندگان از اشراف شما بر بازار نفت، که در این بازار ضمناً این سوال مطرحه جناب منصور که ایران برای بازسازی صنعت نفت خودش، گزارش هایی من دیدم شما قطعا به مراتب بیشتر از من، که نیاز به سرمایه گذاری های بسیاره تا بتونه ظرفیت خودش رو دوباره بالا ببره، هم از تعمیر چاه ها، چگونگی تکنولوژی جدید بهره برداری از چاه که قیمت رو بتونه بیاره پایین و و و و بسیاری. این یک چه اندازه ثروت نیاز هست و آیا در شرایط کنونی سرمایه گذاری های خارجی رغبت و تمایلی دارن برای رفتن به ایران، مشغول شدن در صنعت نفت ایران؟ ببینید شرکت های خصوصی جناب شالنگی عزیز همیشه رغبت دارن برای سرمایه گذاری و هر جایی که مجال سرمایه گذاری و سودآفرینی وجود داشته باشه میرن، ولی مسئله اون نیست. مسئله این است که اولا دو تا نکته، سرمایه کالای نایابی است، در نتیجه در جستجوی زمینه های امن و سودآفره. جایی که امنیت کم باشه و سود کم باشه اونجا نمیره، ولی امروز با مسئله تحریم ها از دوره آقای کلینتون که سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران بالای 20 میلیون دلار که چیزی نیست برای صنعت نفت، 20 میلیون دلار در واقع غیر قانونی تلقی شده، خیلی از شرکت ها از ایران پاشون بیرون گذاشتن، نظیر شل، بی پی، توتال و دیگران، کشورهای شرکت های ژاپنی، حتی شرکت های مالزی ناگزیر شدن از ایران برن. در این 20 اند سال صنعت نفت ایران در واقع دچار خونریزی مغزی شده، یعنی به تحلیل رفته، و این پروسه است که از آغاز انقلاب شروع شده، یا از همون سال اول انقلاب این مسئله مطرح بود که برای نگهداری میادین نفتی باید تزریق گاز در این میدان ها انجام بگیره. دولت فقط در این فکر بود، که البته هزار مشغله دیگر هم داشت دولت های اول انقلاب، ولی در این فکر بودن که از این گاو چه مقدار میتونن بدوشند نه اینکه بهش برسن. مسئله جنگ موضوع رو تشدید کرد، به این میدان ها رسیده نشد. در نتیجه میدونید میدان نفتی در واقع مثل دریاچه نیست، بلکه مثل سنگ پا میمونه، و سنگ پایی که به صورت گنبد شکل میگیره، در اون بالای گنبد گاز و میعانات سبکتر جا میگیرن، اونی که سنگین تره رسوب میکنه در اون قسمت که بهش میگیم حوضچه، در اونجا جمع میاد. در نتیجه در موقع استخراج تلاش بر این است که چاهی که میزنیم به قسمت بالای این، یعنی به اون به صورت قبه، به اون قسمت که شکل گنبده، به اونجا نخوره، برای اینکه اگه به اونجا بخوره گاز تخلیه میشه. وقتی گاز تخلیه شد فشار اون بر روی مایعات کم میشه، در نتیجه اون مایعات قابل استخراج نیستن دیگه، یا هزینه های بسیار کلان میطلبن. در نتیجه میدان رو، این از خلم چاه رو به نحوی میزنن که به اون قسمت های مایع بخوره، وقتی به قسمت مایع خورد فشاری که از بالا میاد روی مایعات، اینه به صورت آرتزیان در چاه، در لوله ها بالا میاره و این قابل استخراج و ارزون در تموم میشه. وقتی نفت استخراج میکنیم، خب روزانه فرض کنید 500 هزار بشکه، 100 هزار بشکه، 1 میلیون بشکه از یه میدانی بر میداریم. خب حجمش کم میشه، وقتی حجم کم میشه فشار کم میشه. برای اینکه فشار کم نشه و این نفت قابل استخراج بمونه، باید اون نفتی که برمیداریم جاشو یا با آب شور پر کنیم، چون آب شور رسوب میکنه میره پایین سنگین تره و نفتو میاره بالا که نفت قابل استخراج مونه، و یا با گاز پر کنیم. گاز در بالای نفت قرار میگیره و فشار رو افزایش میده که نفت قابل استخراج بشه. در نتیجه تزریق گاز یا آب شور به میدانها ضرورت داره. در میدانهای نفتی یه مقوله وجود داره، مقوله مهندسی است که هر همه کس بهش توجه دارن، در ایران هم قانون بود که باید متوجه مسئله باشن. چه این قانون بود آقای منصور؟ این ببینید تا زمان وزارت اول آقای زنگنه این به جا بود،
یعنی از هر میدانی باید مطابق ظرفیت بهینه یعنی اپتیمال اون استفاده کرد. مقدار بهینه آن مقداری است که اگر شما بیش از اون مرده بردارید از اون میدان، کل بازده میدان افت خواهد کرد. اگر کمتر از اون بردارید باز کل بازده میدان افت خواهد کرد. در نتیجه اون مقداری که اپتیمال امر مهندسی تعیین میکنن اون مقدار باید داشت. در حالی که جمهوری اسلامی وقتی که مثلا قراردادهای بیع متقابل میبنده یا میبست با دیگران، معنیش این بود که اون سرمایه گذار خارجی در حد اکثر زمان ممکن سرمایه گذاری خودش رو بازپس بگیره. اینجا دیگه توجهی به اون نرخ اپتیمال انجام نمیگرفت. رقمی هست که بدونیم به طور مختصر که حدوداً چقدر ایران نیاز داره برای بازسازی صنعت نفت؟ بله قربان، خود دستگاه نفتی ایران در حدود 400 تا 500 میلیارد دلار ارزیابی کرده و این رقم بسیار کلانی است که ایران با این امکانات قطعا خودش نداره و خارج هم باید مانع تحریم ها برداشته بشه و اون وقت ده ها عامل دیگر برای بهبود باید انجام بگیره تا این شرکت ها وارد کار بشن و این سرمایه گذاره به تدریج انجام بگیره. خب یک کشوری که چنین نیازی داره، شما میبینید هر روز خبرهایی میاد که حیف و میل های چند میلیارد دلاری، یعنی یکی از آقایون گفته که آقا این 70 میلیارد تومان یا یه رقم 12 میلیارد تومان رقمی نیست، اینقدر سیاه نمایی نکنید. 12 هزار میلیارد تومان. 12 هزار میلیارد تومان، بله، یعنی 12 تریلیون تومان. بله، یعنی این رقم هایی که به شما به اعتبار دکترای اقتصاد زمینه کارتون ارقامو باشون سر کار دارین، وگرنه در زندگی عادی بنده و شما و بقیه دوستان این ارقام اصلا نمیدونیم چه اتفاقی جمهوری اسلامی از اینکه این ارقام برای مردم مفهوم نیست حد اکثر سوء استفاده رو میکنه. بله، ولی ریال اینقدر نحیف شده، حقیر شده، در نتیجه وقتی صحبت بودجه میشه صحبت 870 هزار تریلیون تومان میشه. این هم تریلیون نمیگن، بگن 1000 میلیارد تومان، برای مردم مفهوم نیست موضوع چیه. وقتی میگن یک دزدی 12 هزار میلیارد تومانی، یعنی شما این رو به قیمت روز بازار آزاد بگیرید معادل میشه تقریبا با 4 میلیارد دلار. رقم ناقابل، بله، رقم ناقابل اینچنینی در یک فقره اختلاس میشه و بعد از اون مقاماتی که باید این رو به اطلاع ملت برسونن و مجرمان رو به دادگاه بکشونن همه بسیج میشن به این که بگه آقا سیاه نمایی نکنید، این حرفا رو نزید، و وزیر اطلاعات مرتب میفرماید که ما از رسانه‌ای کردن پرهیز میکنیم برای اینکه رسانه‌ای کردن ذهنیت مردم رو دچار آسیب میکنه. بعدم پوز میدن که ما با تدبیر، ظرافت و تعقل وزارت اطلاعات این رو کشف میکنیم، با اشراف اطلاعاتی وزارت اطلاعات هیچ فسادی از دیدگان نافذ سربازان گمنام پنهان نمیماند. یعنی با این عبارات عملا رسانه ها رو، رادیو تلویزیون که دولتی است، روزنامه ها، مجله ها، هر کس بنویسه به عنوان نشر اکاذیب و مشوش کردن افکار عمومی تعقیب میکنند، دکون رو تعطیل میکنند، در حالی که در تمام این کشورها ضمانت این که این کشورها سالم بمونند و مسئولان خطا نتونند بکنند وجود یک دستگاه رسانه‌ای آزاد آزاده. ما در همین انگلستان، شما در اون آمریکا جناب چالنگزی شاهد هستیم، در این انگلستان نمایندگان مجلسی به خاطر تخلف 2000 پوندی، 2000 پوند تخلفش هم این بوده که مثلا پول تاکسی که نمی باید به حساب خرج نماینده بگذاره به اون حساب گذاشته، عرض کنم بعد از چندین سال از کارشون برکنار شد. بله، و در اینجا آقای منصور هم اینجا فرماندار ویرجینیا که تقریبا ماه گذشته محاکماتش تقریبا تموم شد و همسرشون به دلیل گرفتن هدیه های، چون قوانین داره در آمریکا مثل بسیار جای دیگه مثل اروپا که تا یه حدی مجاز هستن ادعای هدیه های شخصی بگیرن یا هر چی که هست، به هر حال تخلفات اینطوری کرده بودن.
پولهایی گرفته بودن، مجموعه هدایا و عرض کنم خدمتون حدود 100 هزار دلار شده بود که خب هم حکم زندان، هم برکناری از کار، هم دیگه آینده ای در عرصه سیاسی نخواهد داشت. اما یه نکته ای هست، اینکه این فساد هست و بعدش به گزارش UNDP، همون سازمان توسعه انسانی از سازمان شاخه‌های به نحوی مربوط به سازمان ملل متحد، این که 25% از جمعیت مردم عملا در زاغه ها یا شبیه اون زندگی میکنن، یا همون جایی که آقای خمینی کوخ نشین ها ازشون اسم برد و به نام اونها به قدرت رسیدن. 25% از جمعیت ایران، شما تصاویر قطعا دیدید. و این یک مسئله است. مسئله دومی که تمام این ویرانی ها و این فساد ها رو به شکل کوزه ای بر سر احمدی نژاد و دولت اون شکوندن، که بله دولت بی کفایتی بود مثل بقیه دولت ها کم و بیش، و تردیدی در این نیست، تردیدی در این نیست. اما آیا واقعا همه اینها مسئولش دولت احمدی نژاد بوده؟ آیا همین دولتی که آقای خامنه‌ای به خاطرش دستور کشتن آدم‌ها رو صادر کردن و همین سربازان گمنام امام زمان آدم کشتن، برای بقای این دولت به مدت 8 سال، الان همه مشکلات اون هست، آقای احمدی نژاد هست؟ بله بفرمایید. عرض کنم تردیدی نیست که دولت احمدی نژاد یکی از نادانترین و خرابکارترین دولت ها در جمهوری اسلامی بود. این به اون معنا نیست که دولت های دیگر خوب بودند. تقریبا تمامی دولت ها با اندکی تفاوت، عرض کنم در نادانی، در خرابکاری، عرض کنم شریک و همکار احمدی نژاد بودند. ولی ویژگی احمدی نژاد این است که ایشون از حمایت بی قید و شرط آقای خامنه ای برخوردار شد. در تمام مدت 8 سال حتی یک فقره انتقاد از برنامه اقتصادی و مالیشون از زبان ایشان نشنیدیم. ایشانی که در کوچکترین مسائل ابراز لحیه می کنند، حتی در لغتسازی وارد میشن و از منابر عمومی اعلام می کنند که مثلا مردم به جای تلویزیون نگویند تلویزیون، بگویند تلفزه. خب این شخصی که این ابراز لحیات رو میفرماید در مورد دزدی های میلیارد دلاری مکرر بیانی نفرمودن، حمایت کردن و گفتن من ازشون حمایت میکنم. این حمایت رو نه از آقای روحانی کردند، نه از آقای عرض کنم خاتمی کردند، و نه حتی از آقای رفسنجانی کردند. در نتیجه ببینید این به این معنی است که دولت ها خطا نداشتن یا نادانی نداشتن. شما به همین بودجه آقای روحانی نگاه کنید، شما در اینجا خطاکاری های فراوان در این بودجه میبینید. توجه میکنید؟ مثلا فقط اشاره بکنم، در دولتی که خودش اعلام میکند تورم 25% رو، میگوید افزایش حقوق کارمندان 14% خواهد بود، یعنی سالانه 11% از قدرت حقیر فقیر این مردمی که ناگزیر از کارتون خوابی میشن کاسته خواهد شد، در حالی که بودجه سپاه پاسداران رو 32% افزایش میدند و خودشون گفتند که وقتی تفنگ و رسانه و عرض کنم اقتصاد با هم جمع بشود، اگر سلمان پارسی و ابوذر غفاری هم داشته باشید فاسد خواهد شد. این درسته، ولی چرا همین زبان، همین دهانی که این فرمایشات رو میکند، چگونه است که افزایش بودجه سپاه پاسداران رو 32% میکند ولی افزایش حقوق کارمندان رو 14% و خودش هم تایید میکنه که تورم در حدود 25% است؟ سپاسگزار هستیم آقای حسن منصور گرامی. گفتنی ها بسیار، پرسش ها بسیار تر و وقت ما کم. امیدواریم در برنامه های آینده با بینندگان تفسیر خبر باشید جناب منصور گرامی. با سپاس. سپاسگزارم قربان. تشکر فراوان. پی میگیریم تفسیر خبر رو از شبکه تلویزیونی ایران فردا. در ادامه برنامه با من و شما خواهند بود آقای محمد رضا حیدری، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی و عضو کمپین سفارت سبز در اسلو نروژ. تا لحظاتی دیگر.
با من و شما هستند آقای محمد رضا حیدری گرامی، دیپلمات پیشین و عضو کمپین سفارت سبز در اسلو نروژ. سلام به شما. منم خدمت شما چارلنگی و بینندگان برنامه‌تون سلام دارم، در خدمتتون هست. آقای حیدری، پیش از شما با آقای منصور ما گفتگو داشتیم، جناب حسن منصور، کارشناس اقتصادی نفت و استاد دانشگاه. به اینجا رسیدیم در مورد نیازهای ایران برای بازسازی صنعت نفت. سرمایه گذاری خارجی نیازمند امنیت در داخل ایران. شما به عنوان یک دیپلمات پیشین قطعا با همون نگاه اوضاع بین المللی به ویژه ایران رو در ارتباط با وضع بین المللی دنبال می کنید. آیا به جایی رسیده ایران که بتونه جلب کنه سرمایه های خارجی رو، و اگر نه چرا؟ خب تا زمانی که این وضعیت هسته‌ای جمهوری اسلامی حل نشه، عملا کشورهای دیگه ترغیب ندارن که در ایران بخوان سرمایه گذاری کنن، چون امنیتی وجود نداره. و از سوی دیگه خود جمهوری اسلامی باید ماهیت خودش رو در رابطه با مسائلی که در حول و حوش کشورهای اطرافش میگذره باید تغییر بده، و تا این ماهیت به قول خودشون دشمن پروری که جمهوری اسلامی داره و همه چیز رو از این بُعد نگاه میکنه برطرف نشه، کشورهای غربی تمایل چندانی ندارن که بیان در داخل ایران سرمایه گذاری کنن. کما اینکه الان با فرش قرمزی که مقامات جمهوری اسلامی پهن کردن برای سرمایه گذاری خارجی، عملا میبینیم که نتونستن برای این صنایع نفتی ایران که فرسوده داره میشه آنچنان سرمایه‌ای رو جذب کنن، و این برمیگرده به همون ذات خود جمهوری اسلامی که عملا با این گونه موارد مشکل داره و تا خودش رو تغییر نده و ساختارهاش رو عوض نکنه نمیتونه سرمایه خارجی رو جذب کنه. خب اگر هدف چیز دیگه ای باشه، هدف توسعه به قوله به گفته مسئولان جمهوری اسلامی، گوی که مثلا اختلاس های میلیارد دلاری میشه، فومیل های اینطوری، اما معتقد هستن که ما در صدد گسترش معنویات هستیم، در صدد احیای اسلام هستیم، در صدد این هستیم که ابرقدرت معنوی در منطقه هستیم، در عراق دست داریم، در یمن دست داریم، در مسئله فلسطین، لبنان و جاهای دیگه. اگه هدف این باشه چرا فکر میکنیم باید تغییر کنیم؟ خب قاعدتا من فکر نمی کنم هدف این گونه باشه که جمهوری اسلامی داره تبلیغ میکنه، چون در طول 35 سال گذشته که اینها حاکم شدن بر ایران، با توجه به اون بعد روحانی و معنوی که ازش صحبت کردن، عملا نیروهایی که پرورش دادن و افرادی رو که در واقع در پستهای کلیدی گذاشتن، مواجه هستیم که اختلاسهای کلام میکنه، و اکثر دولت مردان جمهوری اسلامی به بقای خودشون بر پستهایی که دارن چون اعتماد آنچنانی ندارن، میبینیم که به فکر منافع ملی نیستن و بیشتر به فکر منافع شخصی هستن و هر روز فاجعه دیگه ای رو افشا میکنن، و این واقعا باعث تاسف در جامعه ای که مردم ایران میتونن یک زندگی خوبی داشته باشن، عملا در فقر و در مشکلات عدیده ای به سر میبرن که با این سرمایه ملی که دارن نتونستن این دولت مردان برای ملت کار مهمی انجام بدن. اما یک ادعای یک سخن هست، و اون این که از پس از انقلاب مرتب به مشت در دهن اینون زدن و پیروزی به دست آوردن، چه در عرصه منطقه‌ای چه در عرصه بین‌المللی، و حتی در همین مذاکرات اتمی باز ادعای این که از طرف برخی از سخنگویان ایران، حکومت ایران، این هستش که برای نرمش قهرمانانه ثمر داد و به اصطلاح 5+1 به نحوی تسلیم ایران هست. شما از جابتون در این زمینه چی هست که به کجا رسیده 5+1 و ایران در مورد برنامه اتمی جمهوری اسلام؟ من فکر نمی کنم جمهوری اسلامی به پیروزی دست پیدا کرده باشه. شاید تنها چیزی که برای جمهوری اسلامی در این مقطع به عنوان یک دستاورد میتونیم بهش نگاه کنیم، همون چیزی هستش که وزیر خارجه آقای ظریف عنوان کرده و بحث ایران حراسی رو به نوعی تا حدودی اومدن تعدیل کردن و
عملا در بعدهای دیگه ما میبینیم که هیچ گونه موفقیتی نداشته این دولت جدید، و چه در رابطه با مسائل بیکاری، چه در خصوص مسائل اقتصادی که الان در جامعه ایران موج میخوره و مردم ایران خودشون دارن با گوشت و پوست و استخونشون مشکلات تورمی و گرانی ها رو که همین اخیرا شاهدش بودیم، افزایش قیمت نان که یک غذای در واقع مردم عامی جامعه است افزایش پیدا کرده، و اینا نشون دهنده اینه که عملا جمهوری اسلامی فقط در حال شعار دادنه و با رعب و وحشت و با ضرب زور اسلحه تونسته موقعیت خودش رو در واقع نگه داره، و کشورهای غربی هم به نوعی به خاطر اینکه هیچ گونه آلترناتیو مناسبی برای بعد از این رژیم شاید وجود نداشته باشه، تا حالا دارن با این رژیم مماشات میکنن و فکر میکنن که میتونن از دل این افرادی که به نوعی به عنوان اصلاح طلب در داخل این حکومت هستن بهره بگیرن و منافع خودشون رو در ایران در واقع توسعه بدن. یعنی شما میفرمایید از این همه پیروزی از بهمن 22 بهمن 57 تا به امروز که مرتب پیروزی مرتب پیروزی، سرآخر در برابر شاطرهای نونوایی شکست خورده، یعنی قیمت نون بالا رفت. در حقیقت اگر نگاه کنیم میبینیم که چگونه اینها نتونستن تورم رو تاکنون مهار کنن و عملا باعث این شدن که هر سال مردم ایران با موج جدیدی از گرانی ها مواجه هستن و فقر و مسائل دیگر رو در جامعه مردم دارن حس میکنن، و همین امری که باعث شده شاید خیلی از ایرانی هایی که الان در داخل ایران هستن به این سمت و سو فکر کنن که بخوان از ایران خارج بشن، و ما میبینیم که سیر مهاجرت ها اگر امکاناتش فراهم بشه الان خیلی از افرادی که منابع مالی خوبی به دست آوردن، حالا چه از طریق درست یا نادرست، به دنبال این هستن که از ایران خارج بشن و در کشورهای دیگه زندگی کنن. این نتیجه اینه که عملا جمهوری اسلامی بستری رو مهیا نکرده برای پیشرفت مردم ایران در جامعه ایران، بلکه بستری رو فراهم کرده که اکثر دولت مردانش در حال فساد هستن، و هر روز ما با اختلاس‌های جدید مواجه هستیم که خود دولت میاد و این موارد رو مطرح میکنه، و اخیرا هم که خود آقای روحانی این موضوع رو به صورت علنی عنوان کرده که واقعا جای پشیمانی داره برای کسانی که هنوز سر در گروه این حکومت گذاشتن و فکر میکنن که این رژیم قابل اصلاحه. من اینجا بلافاصله توضیح بدم که منظور من از شاطرهای گرامی نانوایی در ایران همونطور که خمیرگیرهای گرامی و به طور کلی صنف زحمتکش و شریف نانواها در ایران همیشه صنف مورد احترام مردم بودن. مطمئن هستم بسیاری از اونها از وضعیت گرون شدن نان به هیچ وجه راضی نیستن و ناچار هستن، در حال صنف نانوایی هم به دلایل خودشون و اونچه که من گفتم بیشتر جنبه بازتاب دادن واقعیت هایی هستش که آقایون مسئولان حکومت اسلامی مرتب هر هفته ادعای پیروزی های مختلف در عرصه های مختلف دارن در برابر قیمت نان، اما نه تنها پیروزی که شکست، اما این شکست آقای حیدری گرامی ببینید اثر چندانی نمیذاره برای کسانی که در خانه های چندین میلیون دلاری زندگی میکنن، حیف و میل های چند میلیارد دلاری دارن. و من پرسشم این هست آقای حیدری گرامی، شما این حکومت رو زیر ذره بین داری، پرسش اینه و نظام پلیسی که در ایران هست چگونه هست که کسی که از سر ناچاری دست به دزدی میزنه، تکنانی از جایی میدزده، به سرعت پیدا میشه. حالا اسید پاشان اصفهان که هر روز به ما خبر میدن که خیر هنوز پیدا نشده ناجا اون یه مسئله دیگه، ولی مثلا این دزدان چند میلیارد دلاری همچنان با اسم مستعار ازشون اسم برده میشه و هیچ خبری هم از محاکمه هیچ کسی در این وسط نیست یا گرفتاری کسی. این چه حکمت فقیهانه ای در این راز وجود داره؟ در هر صورت اکثر افرادی که در جمهوری اسلامی صاحب پست و منصب شدن و در واقع وزرایی که الان در دولت خود آقای روحانی هم هستن، همون افرادی هستن که در دولت آقای هاشمی رفسنجانی یا در دولت آقای خاتمی و بعضا به عنوان مشاور در خدمت آقای احمدی نژاد بودن، و این جماعت همون گونه که قبلا هم گفتم خدمت شما بیشتر به دنبال منافع خودشون هستن، و اگر قرار باشه به پرونده های این اختلاس ها رسیدگی بشه قاعدتا دست اکثر این آقازاده
آزاده ها و این افراد در گروه این مسائل هست و رژیم عملا همون جور که خود رهبریش عنوان میکنه و معتقده که این مسائل رو نباید کش داد و یا رئیس قوه قضاییش میاد با مطبوعات کشور برخورد میکنه که نباید این مفاسد رو به این گونه مطرح کنین که جامعه در واقع به سمت سوی دیگه بره، میبینیم که عملا اکثر این اختلاس ها افراد درجه 3 یا 4 افرادی که شاید به نوعی به عنوان رابط و واسطه بودن در این اختلاس ها رو اینها شناسایی و دستگیر میکنن، ولی سران این اختلاسگرها که در واقع در بیت های خود این آقایون هستن و از بین فرزندانشون یا مقامات ارشد نظام هستن عملا به هیچ جا پاسخگو نیستن و جامعه به همین سمت و سوی داره میره که از سمت بی‌عدالتی رنج میبره و هیچ کسی هم پاسخگو نیست و حتی رئیس قوه قضاییه و برادرانش که آلوده به مسائل زمینخواری هستند و خود آقای احمدی نژاد حتی اومد در مجلس این موارد رو مطرح کرد، هیچ ارگانی به این مسائل رسیدگی نمیکنه و رهبریت نظام هم که به هیچ جا پاسخگو نیست و مطبوعات هم که حق ندارن وارد این فضا بشن و قاعدتا ما میبینیم که اینها باز به همون سمت و سو میرن و همون کارهایی رو که الان دارن هنوز انجام میدن در دولت آقای روحانی هم انجام خواهند. ببینید آقای دری، من از نوجوانی مثل بسیاری، احتمالا شما این عادت رو ممکن داشتید یا دارید، مثل بسیاری از نوجوانی من صفحه حوادث مطبوعات رو میخونم. من این معتقد هستم اونجا بخشی از آینه ایست که جامعه رو میشه دید درش چه میگذره. اتفاقا اونجا رو کمتر میتونن سانسور کنن همه حکومت رو. حوادث بسیار غم‌انگیزیست. بانوی محترمی گرفتار شده، همسرش معتاده، دو بچه داره، کرای خونه‌شو نمیتونه بده، صابخونه از اسباب و وسایلش ریخته در خیابون، سرانجام با هزار بدبختی یک اتاقی در جایی میگیره و خودش شروع میکنه به کلفتی کاره، میره خونه کسی و بالاخره در اونجا به دلیل هزار و یک بدبختی که کرایه‌شو نتونسته بده هرچی که بوده اینها، ناچار یه دزدی میکنه، یه چیزی از اون خونه بر میداره، حالا بگذاریم اون خونه چه کسی هست، چه وضعیتی هست، بر میداره. این رو ظرف کمتر از 24 ساعت بازداشت میشه و عکس و تفصیلات و زن محترم، بانوی محترمی مثل هر بانوی دیگری از سر ناچاری و حرفی هم که زد واقعا دل فولاد میخواد که به درد نیاد. این که من نمیتونستم تحمل کنم بچه هم گرسنن، علتش این بوده. دوستی شما بفرمایید. خب همونجور که خدمتتون گفتم اینها برمیگرده به اینکه خود سران این حکومت در فساد آلوده هستن و در اکثر این موارد در واقع دست دارن، چه خودشون چه نزدیکانشون، و اکثر این پولهای که مربوط به بیت المال و مربوط به ملت ایران میباشه در بانکهای خارجی اینها دارن در واقع اونها رو نگهداری میکنن برای روز مبادایی که اگر حکومت از دستشون خارج شد بتونن در خارج از کشور از این پولهای به نفع خودشون استفاده کنن. در سیستمی که وزیر اطلاعاتش همین هفته گذشته عنوان میکنه میتونه مخالفین خودش رو در اقصی نقاط دنیا از بین ببره و به گفته ایشون مبتلا به تیر غیب کنه، چگونه در داخل کشور نمیتونه با این مفاسد برخورد کنه و جلوی این اختلاس ها رو بگیره؟ چون اکثر این اختلاس ها همه مردم میدونن و این در واقع بحثی شده که در داخل کوچه، در داخل تاکسی و اکثر خیابون های تهران مردم در مورد این صحبت میکنن که خود حکومت و سران حکومت آلوده به این مسائل هستن و متاسفانه فقط به خاطر همین رعب و وحشتی که این حکومت ایجاد کرده و سرنیزه‌ای که بالای سر مردم ایران گرفته، مردم نمیتونن این موارد رو بیان تو خیابون و مطرح کنن به صورت علنی تحت عنوان تظاهرات یا به عنوان مثل کشورهایی که دموکراتیک هستن عنوان کنن و با این افراد برخورد بشه. متاسفانه در کشور جمهوری اسلامی به خاطر اینکه رهبریش به جای پاسخگو نیست، بقیه عناصر حکومت هم به همون نحو نیست پاسخگو نیستن و باعث شده که سرمایه های ملی این مملکت به حراج بره و عملا مردم ایران بی بهره بمونن و وضعیتشون چنین اسفناک باشه. بله، یعنی در واقع در کشور ایران که زیر سلطه جمهوری اسلامی هست، همینطور که میفرمایید، این نکته رو که اشاره کردین آقای حیدری، ببینیم وزیر اطلاعات این حکومت آقای علوی که اعلام کرده که به تیر غیب گرفتار شدن، بخشی از ترورهایی رو که دولت ایران، حکومت ایران انجام داده برشمرده در خارج از ایران، خب میدونیم بسیار ترورهای دیگه هم انجام شده در زمانی که همین آقای
حسن روحانی رئیس شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی بوده، آقای رفسنجانی رئیس جمهوری بوده و بقیه ترورهای بسیاری انجام شد، از ترور دکتر برومند، دکتر بختیار، فریدون فرخزاد و بسیاری دیگه، آقای کاظم رجوی، دکتر سیروس الهی و سرهنگ بای احمدی، خلبان محمدی و و و همینطور میتونیم بشماریم. این ترورها در زمان از 23 بهمن ماه شروع شد و الان هم که در کابینه آقای پور محمدی هست که ایشون معروف خاص و عام هست که در قتل بیش از 3000 نفر زندانی سیاسی قتل عام اونها دستش. برای من جالب هست آقای حیدری عزیز که امروز خبری رو میخوندم که مانع سخنرانی آقای هادی قفاری شدن به عنوان یک اصلاح طلب و از اصحاب فتنه. یعنی کار به جایی رسیده که آقای هادی قفاری به عنوان اصلاح طلب خونده میشه، کسی که از متهمان نخست آدم سوزی، کوره آدم سوزی سینما رکس آبادان هست، هادی قفاری. برحال من برگردم به این پرسش که آقای حیدری گرامی، که وقتی وزیر اطلاعات میاد یه همچین اعترافاتی میکنه، این آیا دولت هایی که برای این قتلا درشون انجام شده واکنشی نخواهند داشت؟ خب این یک موضوعی که اکثرا خود دوستان ما هم که باهاشون در تماس بودیم و چه موقع هم که در وزارت خارجه من کار میکردم، این یک سوال بود، چون اکثر این قتلهایی که انجام شده، چه اونایی که در زندانها زمان خمینی انجام شد، چه بعدش این ترورهایی که انجام شد، اکثرا در کشورهای اروپایی بود و اینها اکثر این موارد رو میدونن و با علم این قضیه آگاه هم به این مسائل، ولی با این رژیم عملا همواره در حال مماشات هستن و در حال مذاکرات پنهانی هستن و به خاطر اینکه اونها به دنبال منافع ملی خودشون هستن تا بتونن از وضعیت نابهنجاری که این حکومت ایجاد کرده حداکثر استفاده رو ببرن. و متاسفانه در همین مذاکراتی هم که دارن با جمهوری اسلامی میکنن، مسائل مربوط به نقض حقوق بشر و همین تروریسم بین‌المللی که جمهوری اسلامی یک بخش عمدهش رو در واقع داره هدایت میکنه، به گوشه فرستاده شده و اینها به دنبال این هستن که سر قضیه فقط مسائل هسته‌ای با جمهوری اسلامی به یه تفاهمی برسن. و به نظر من تا جامعه جهانی در این وضعیت خودش تجدید نظر نکنه و بحث حقوق بشر رو در اولویت کار خودش با جمهوری اسلامی قرار نده، ما نمیتونیم با این نظام در واقع مردم خود ایران و چه کنشگرانی که در خارجن چه در داخلن با این نظام بخوان برخورد کنن، چون ما میبینیم که همین الان هم در داخل کشور هر کسی که وارد این مسائل بشه و بخواد این نظام رو به چالش بکشه، به شدت باهاش برخورد میکنن و در واقع وادارش میکنن که یا از کشور خارج بشه یا اینکه بعد در زندان‌ها انقدر بمونه تا از بین بره. نمونهش آقای امیر انتظامه که میبینیم که پس از اینکه 30 سال هنوز در زندان بوده هنوز ایشون رو رها نمیکنه. این نکاتی هستش که عملا نشون میده جمهوری اسلامی با هر گونه مخالفتی سر سازش نداره و مخالفین خودش رو در خارج در داخل به شدت در واقع باهاشون برخورد میکنه، ولی در خصوص مسائل اقتصادی و فسادهایی که داره به وجود میاد عملا هیچ گونه برخوردی از این نظام دیده نمیشه. زندانیان دیگه ارشنگ داوودی و بسیاری دیگه هستن از زندان سالها. معنی دوم حرف شما میتونه این باشه آقای حیدری، که وقتی این حکومت های غربی یا کشور غربی دنبال منافع خودشون هستن و خیلی چیزها رو نادیده میگیرن، معنی دوم این حرف این میتونه باشه که حکومت ایران هم منافع اونا رو تأمین میکنه به نحوی دیگه، نیست یا از وضعیت حکومت ایران این برمیاد؟ دقیقا همین گونه است، کما اینکه الان ما داریم میبینیم اکثرا آمریکایی ها معتقد بودن باید رژیم اسد بره در منطقه، ولی ما میبینیم که در همین تغییر و تحولاتی که داره انجام میشه این موضوع به کناری گذاشته شده و موضوع دیگه ای که وارد بحث شده همون بحث داعشه که مورد علاقه جمهوری اسلامیه و ما میبینیم که قدرت نفوذ جمهوری اسلامی در عراق و در سوریه به واسطه همین مماشاتی که غربی ها دارن باش انجام میدن افزایش داره پیدا میکنه، در صورت که در داخل کشور از این قضیه نفعی برای ملت نداره جز همون فقر و فشارهای روزمره‌ای که بر مردم ایران داره وارد میشه. سپاسگزار هستیم آقای حیدری عزیز. منم از شما متشکرم. با ما در تماس باشید با نشانی فیسبوکی که بر صفحه میبینید. در برنامه آینده حتما پیام های شما رو خواهیم خوند. با سپاس بسیار به پایان این برنامه میرسیم. با امید
به فردای بهتر. با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سند و سبلان، کوساران تفتان، دراک، دلهو، زاگرس و آسواری و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار.